محیطی که در مقابلمون قرار داره محیط برنامه مارموس تولبگ هست. در این قسمت نام برنامه و ورژنی که داریم روی اون کار میکنیم برامون مشخصه. در این قسمت سربرگ‌هایی قرار داده شده که با کلیک بر روی هر کدوم لیست بازشویی داره که میتونیم از اونها برای کار با برنامه استفاده کنیم. که معمولا از اکثر گزینه‌ها با استفاده از کلید میانبرهای اون کار میکنیم. کلید میانبر هر کدوم در سمت راست اسم اون برامون درج شده. در این قسمت یک سری ابزارهایی قرار داده شده که میتونیم از اونها برای کار روی فایل هامون استفاده کنیم. مثل ایمپورت کردن فایل ها، مثل گزینه نیو لایت، افزودن نور، کامرا و سایر گزینه های دیگه. هر فایلی رو که وارد محیط برنامه می کنیم، لایه اون تو این قسمت قرار می گیره. و در این قسمت هم دکمه های قرار داده شده که می تونیم اونها رو تو حالت نمایش و یا عدم نمایش قرار بدیم. و کاریو که با اون انجام دادیم و بخوایم دیگه تغییراتی روش انجام ندیم، با استفاده از ابزار لاک اینجا قرار داده شده میتونیم اون فایل رو قفل کنیم. از طرفی چون اینجا لایه‌ها قرار داده شده، ما روی هر کدوم که کلیک کنیم تنظیماتون در قسمت پایین برامون نشون داده میشه. که دقت کنید من اینجا روی هر کدوم که کلیک میکنم تنظیمات مربوط به اون ناحیه برامون مشخص میشه. در قسمت مین کامرا اگر ما چند تا دوربین داشته باشیم با کلیک بر روی لیست بازشو میتونیم اون دوربین رو که مد نظرمون رو انتخاب کنیم. دقت کنید در اینجا هم همین یک دوربین تعریف شده و در این لیست هم همین یک دوربین ملاحظه میشه. در این قسمت تنظیمات پیشرفته تری میتونیم روی فایل هامون اعمال کنیم. که از طرفی اگر من اشارگر موضوع روی هر کدوم از اینها نگه دارم، در رابطه با افزودن و یا حذف متریال و یا ایجاد یک گروه میتونیم تعریف کنیم. که اگر روی این متریالی که به صورت پیش‌فرض قرار داده شده کلیک کنیم، میتونیم مثل این قسمت تنظیمات مربوط به اون رو در قسمت پایین لیستمون مشاهده کنیم. در این قسمت هم تایملاین اون هستش که میتونیم برای اجرای فایلمون که حالا چطوری اعمال کردیم با این قسمت با کلیک برای دکمه پلی پریویوی از کارمون رو ببینیم. در قسمت پایین اون هم فریم رنج اون برامون درج شده که میتونیم فریم رنج ها رو افزایش و یا کاهش بدیم. از طرفی اینجا کی فریم برامون تعریف شده که اگر روی اسم کی فریم کلیک کنیم لیست مربوط به کی فریم برامون نشون داده میشه. که در این قسمت میتونیم تغییراتی روی کی فریممون اعمال کنیم و یا حتی اون کی فریم رو حذف کنیم. لایه های کی فریم هم تو این قسمت برامون قرار میگیرن. تایملاین هم اینجا داریم که اگر روی اون کلیک کنیم لیست تایملاینمون بسته میشه و اگر مجدد کلیک کنیم لیست تایملاین برامون تو حالت نمایش قرار میگیره.